سلام، با اولین ویدیوم در خدمتون هستم. یک لوپ کنترل ترام چاپ مال پدر بزرگم بوده، حدوداً بیشتر از 70 سال سنشه، چون که تو وسایلشون بوده. البته به نظرم خیلی خوب نگهداری شده، فقط این مقدار زمان روش مشخصه، وگرنه این جنس چون که برنج هستش میتونه بیشتر خراب بشه. یه مقدار سعی کردم دستی این کار رو انجام بدم، خیلی زمان برد، نتیجهش بد نبود. به همین خاطر رفتم سراغ پولیشر ماشینی. باید توی پولیش کردن دقت کرد، چون که این با سرعت زیاد میچرخه و اگر یه قسمتایی رو فشار بیاری میتونه صدمه بزنه، جای خط و اینا میندازه روش. با دقت باید این کار رو انجام بدیم که صدمه بهش نزنیم، فقط لایه در حقیقت خراب شده رو از روش بتونیم برداریم و پولیشش بکنیم. من اینجا از پولیش براسو استفاده کردم، سایندگی کمی داره، بیشتر براق کننده است، همون مثل جلاسنج خودمونه. کیفیتش خیلی خیلی از اون بهتره. نمیدونم الان میشه گیر آوردی یا نه، من اینو مدت هاست که دارمش. یه مقدار به صورت دستی جاهایی که خیلی مشکل نداشت و میشه با این تمیزش کرد، ولی جاهایی که احتیاج به کار بیشتری داره باید حتما از اون استفاده کنیم. راستش یه ذره گرون قیمت هم هست، مجبوریم اون قطراتش رو هم استفاده بکنیم که فعلا داشته باشیم از اون. این ما داریم که آغشته میشه به این ماده، با اون پولیشر ماشینی خب بهتر میشه این کار رو انجام داد روش. سرعتش یه ذره بردم بالا، حوصله‌تون سر نره، بالاخره زمان بر هستش این کار و ممکنه خیلی جذاب نباشه کلش رو به صورت سرعت واقعی بخوایم ببینیم. خواستم موزیکم داشته باشم، متاسفانه کار اولم، یه ذره باید یاد بگیرم. موقع ضبط هم صدا نداشتم، به خاطر همون صدای دستگاه ها و اینا نیستش، مجبور شدم صدا گذاری مجدد بکنم. به خاطر اینکه اون شیشه لنزی که داره توش، شیشه قدیمی هم هستش، مشکلی براش پیش نیاد، ترجیح دادم که از این مرحله اینو درش بیارم. شیشه بسیار ترد و شکننده است، با خیلی دقت زیاد درش آوردم و اصلا پیش گوشتی رو به شیشه فشار ندادم که صدمه بهش نزنه، چون که قبلا یه لپری داشته از قبل، حالا بالاخره استفاده شده بوده، اتفاق واسش افتاده، میخواستم بهتر نشه، چون شیشه ها توی زمان یه مقدار ترد میشن، حالت شکنندگیشون بیشتر میشه، خیلی با مواظبشون بود. موقعی که اینو در آوردم دیگه با خیال راحت میشد، همه جاشو پولیش کرد بدون اینکه صدمه ای به شیشه بخوره. بعضی قسمت ها هم که مجبور شدم از این نمد کوچیکتر استفاده بکنم، چون که حالا قسمت هایی هستش که پیچ و خم داره و دیتیل اصطلاحا برای اون. ساختش خیلی ساخت جذابی بود واسه من تو اون زمان‌ها. ماشینکاری در این حد کار خیلی جالبی بوده، خیلی دقیقه، مارک و اینا روش نداره ولی مشخصه که خیلی دقیق کار شده، ماشینکاریاش خیلی دقیقه. یه جاهایی هم خب دیگه نمیشه با ماشین این کارو کرد، مجبوریم دستی انجام بدیم. یه مقدار حوصله باید داشته باشیم و زمان ببره. بعد از این کارهای پولیش باید شسته بشه که اثرات روغن و اون موادی که در حقیقت روش هست کامل پاک بشه، این رسوب‌ها و اینا هم کامل جدا میشه از روش. بعد از این باید شسته بشه که اون جلوه اصلیش رو بتونیم ببینیم.
خوشحال میشم اگر مشترک کانال من بشین، اصلا سابسکرایب کنین، ما هم تشویق میشیم که از اینجور کارها بیشتر انجام بده. مهمتر از اون نظراتتونه، نظراتتون رو میخوام ببینم که چطور بوده کارم. نظرات خیلی میتونه در ادامه این کار کمک باشه. تقریبا برق افتاده دیگه حالت اصطلاح مثل آینه شده. الان پلاستیکیاش تو بازار هست، ولی برنجی با این کیفیت حالا به این صورت قدیمی فکر نمی کنم به این راحتی بشه پیدا کرد. این یکی از چیزهای جذابی بود که میخواستم داشته باشم. این حلقه فنری هم یه تمیز کردنش سخت بود، به خاطر سخت میشه نگهش داشت، ولی خب بالاخره باید تمیز میشد. سختی تمیز کردنش به کنار، جا زدنش یه ذره سخت بود، چون که اون لنز بسیار بسیار حالت شکنندگی زیادی داره، خیلی باید با احتیاط باش عمل بشه. اینجاها رو باید میتونستم یه موزیکی چیزی هم بذارم خیلی سکوت نباشه، ولی خب حالا دیگه کار اول. موقع جا زدن یه ذرم شیشه رو صدمه زدم بهش، یه لپری داشت که بیشتر شد، به خاطر همون سری عوض کردم روش کارمو. یه مقدار نزدیک بود از بین ببرمش، ولی خب خوشبختانه به موقع دادش رسید. حتی لولوهاش هم انگار روون شد بعد از تمیزکاری. ممنون که کانال من رو دیدین، امیدوارم که جدیدتر بهتر و با کیفیت بهتری بتونم در خدمتون باشم به زودی.